سلام به بینندگان عزیز، پرس شیرازی از آریا تیوی هستم. پروگرام ما پرس پراپرتیز هست. Hello everybody, it's پرس شیرازی with آریا تیوی and the name of our program is پرس پراپرتیز. خیلی خوشحالم که این فرصت رو دارم که در خدمتتون باشم. موضوع برنامه پرس پراپرتیز امروز و در آینده موضوع شیرین املاک در ونکوور هست. حالا چه ونکوور چه گریتر ونکوور، همه ما ایرانی ها عاشق موضوع ریال استیت هستیم. And we're doing quite well in real estate actually. قبل از هر چیزی یه توضیح کوچولو بدم که من با کدوم کمپانی هستم. من ریال استیت ایجنت در آفیسی به اسم رویال پیج ساکس در وست ونکوور هستم که آفیس بسیار موفقی هستش و اغلب ملکایی که من معامله کردم و چه برای خریداران چه فروختم در مناطق مختلف گریتر ونکوور هستش: وست ونکوور، نورث ونکوور، داون تاون ونکوور، گود اولد یل تاون، گود اولد کول هاربر که همه ما ایرانی عاشقش هستیم، برنابی و جاهای مختلف دیگه. امروز چیزی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم و بسیار بسیار بارها من دیدم که کلاینت ها از من میپرسن این که بازار کاندو چطوره در ونکوور و کاندو در چه حالی هستش. قبلا ما ایرانی ها همه فکر میکردیم که باید زمین بخریم که اینوستمنت خوب انجام بدیم. الان اوضاع کاندو خیلی خوب هستش و کاندو خیلی قیمتش رفته بالا. من خیلی دوست دارم به کسایی که کاندو دارن و به خصوص کاندوهایی که قیمتهای افوردبل دارن، یعنی خیلی لاکچری نیستن، یه مقدار آمار رو نشون بدم و بهتون با آمار نشون بدم که چرا این دوران خوبی هستش که اگر در نظر دارین که آپارتماناتون رو بفروشین الان بذارین توی مارکت. حالا افرادی هستن به طب که آپارتمان خریدن برای فرزندانشون که بعداً بخوان UBC یا SFU برن، یا اینکه خودشون برای دوران بازنشستگیشون گرفتن که خب به طب دوست دارن اون آپارتمان ها رو نگه دارن. ولی اگر برای اینوستمنت آپارتماناتون رو خریدین، الان با توجه به آماری که بهتون نشون خواهم داد متوجه میشیم که خوب هستش که این آپارتمان ها رو لیست کنین، که البته من در خدمتتون خواهم بود. وبسایت منم هست parisshirazi.com و اطلاعات وبسایت هم بهتون نشون میدیم که اگر دوست داشتین با من تماس بگیرید. اول از همه بریم وبسایت رو به شما نشون بدیم: www.parisshirazi.com. اگر تشریف ببرین تو این وبسایت قسمت کانتکت اگر برین اطلاعات من هستش. حالا چیزی که من میخواستم به شما نشون بدم آماری هستش که ما برای ماه سپتامبر امسال داریم. حالا زیاد تو مناطق مختلف تقریبا همه نشون میده که بازار کاندو بسیار هات بوده، داغ به فارسی میگیم. وقتی که ما آمار رو نگاه میکنیم همیشه چیزی که خیلی مهمه که نشون میده که آیا زمانی خوبی هست که ما ملکمون رو بفروشیم یا نه، اینه که اینونتوری رو نگاه کنیم. اینونتوری یعنی چی؟ اینونتوری یعنی موجود، یعنی که چقدر آپارتمان توی مارکت هستش. و اینکه معیار دیگه‌ای که نگاه میکنیم این که چند تا آپارتمان فروش رفته، به واقع همون عرضه و تقاضای خودمون هستش. وقتی که تعداد آپارتمان هایی که هست توی مارکت و نسبت فروششون تا میان تو مارکت فروش میره، ما به این میگیم سیلز ریشیو. سیلز ریشیو وقتی بالا باشه یعنی که شما سیلرز مارکت، یعنی برای فروشنده زمان خوبی هست که این آپارتمانو یا این ملکو بفروشه. حالا الان که ما نگاه بکنیم، ببخشید من عینکی هم بعد عینک بزنم، موقعی هم که بهم زنگ میزنین تکست مسیج میزنین دوباره بعد این عینکو بزنم. وقتی نگاه میکنیم توی رنج افوردبل که مثلا الان حدود بین 400 تا 800 هزار تا برای داون تاون ونکوور خیلی نرخ معقولی هستش، ما وقتی نگاه میکنیم ببینیم که سیلز ریشیو همه بالا هستش. ما سیلز ریشیو 500% هم داریم. 500% یعنی که اگر یک دونه آپارتمان روی MLS بوده 5 تا آپارتمان فروش رفته. خب به طب شما میگین که
پرس، what are you talking about؟ یه دونه آپارتمان بوده 5 تا فروش رفته. بله، اونای دیگه روی MLS نبوده و این نشون میده که sales ratio 500% یعنی اینکه آپارتماناتون رو بفروشین. الان زمان خوبی هست که بفروشین. همینطور نگاه میکنیم برای نرخای بالاتر 500,000 تا 600,000 تا sales ratio 150%، 106% هستش و این نشون میده که زمان خوبی هست که ملک فروش بره. حالا بازم الان میام این قسمت بهتون نشون میدم که homes are selling average 2% above listing price، یعنی اینکه شما اون ملکی رو که قیمت گذاری میکنید هنوز قیمت بالاتر میتونیم بفروشیم. دوباره برمیگرده به عرضه و تقاضایی که ما در موردش صحبت کردیم. حالا میخواستم برگردم نورث ون رو بهتون نشون بدم یا وست ونکوور رو. نورث ونکوور کاندوهاش رو الان میبینیم. دوباره همون سیلز ریشیو رو که میبینین، یه ذره من چیت کنم نگاه کنم، بین قیمت 300 تا 700 سیلز ریشیو از 120% هست تا 80%. پس یعنی این که دوباره هر آپارتمانی رو ما بذاریم تو مارکت فروش میره و 100% آپارتمان های بین 400 تا 600 هزار تا 100%شون به بالا فروش میره. حالا این برای چه افرادی خوبه؟ بعضی اوقات یه آپارتمان هایی رو ما خریدیم که خیلی ایدئال نبوده، مثلا آپارتمان خیلی نزدیک در آسانسور هستش یا آپارتمان اکسپوژرش مثلا رو به علی هست، کوچه پشتیه و شما دارین زباله رو میبینین و صبح ماشین زباله میاد رد میشه، شبا بچه ها میرن کلاب میکنن، سرصدا میکنن اینا. اون ملک هایی که خریدیم ما، حالا به هر دلیلی خریدیم، الان خیلی خوبه اون ملک ها بذاریم تو مارکت، چون افرادی که میان وسواس به خرج نمیدن برای خرید. چرا؟ چون برمیگرده به همون عرضه و تقاضا. اگر الان مارکت کاندو هات نبود، من میگفتم چه نکاتی باید موقع خرید رعایت بشه. حالا الان چه اون نکات رعایت شده چه نشده، کاندوها رو خوبه که آدم بذاره توی مارکت. به هر حال در خدمتتون هستم. وبسایت من parisshirazi.com هست، تلفنم توی وبسایت هست و در خدمت کامیونیتی عزیز ایرانی هستم و هر موقع که دوست داشتین چه در رویال پیج آفیس وست ونکوور، نورث ون یا داون تاون یا تو فیوریت کافی شاپتون، من در خدمتتون هستم که با هم صحبت بیشتری بکنیم. خب حالا همونجور که گفتیم اسم برنامه هست Paris Properties. ما هر هفته یه پراپرتی نمونه رو برای شما از طریق این پروگرام آریا تیوی پخش میکنیم و این هفته پراپرتی که من دوست دارم که پراپرتی بسیار بسیار خاص و زیبایی هست در فری کریک که حدود 20 دقیقه از وست ونکوور، میشه گفت از پارک رویال حدود نیم ساعت فاصله داره، بهتون نشون بدم. اول یه کوچولو بهتون بگم که چرا من دارم یه دونه ملک رو توی فری کریک به شما نشون میدم. قیمت های املاک در وست ونکوور یه مقدار سیر سعودی بسیار بالایی داشته و خانواده ها نمیتونن افورد بکنن قیمت های 5 تا 6 میلیون رو برای، البته خب ملکا بسیار زیبا هستش، بنابراین یک تندنسی وجود داره الان که یه مقدار وسیع تر شده خارج از وست ون، منطقه هورشوبه، کافیلد و همینجوری ادامه داره، لاینز بی و تا میره تا even Squamish که خیلی بسیار منطقه زیباییه. حالا فیر کریک تا Squamish حدوداً 5 دقیقه فاصله داره و افرادی که گلف دوست دارن خیلی منطقه فیر کریک رو دوست دارن بخاطر. حالا این ملک زیبایی که ما به شما نشون خواهیم داد در منطقه فیر کریک هست و منظره آب بسیار زیبا داره و من خودم، البته ونکوور ما بی سی بسیار زیباست، بخوایم یه ذره اگزاجریت بکنیم و پیازداغش رو به قول معروف زیاد بکنیم، من میگم که we have Switzerland in our backyard و واقعا این منظره‌ای که شما الان در این روی تصویر خواهیم دید دست کمی از سوئیسرلند نداره.
این خونه زمینش روی 8000 سکوئر فوت است و خود ملک روی 3000 سکوئر فوت است. ماستر بدروم بسیار زیبا داره طبقه بالا. همچنین بذارید من عکس رو به شما نشون بدم که اینقدر توضیح ندم، عکس رو باید ببینین تا ببینین که این خونه چقدر زیبا هستش. ماستر بدرومش که همینجور بهتون توضیح دادم و اینجا دکش هستش و اینجا آب هست، اگر که توی تصویر بتونین خوب ببینین، و سمت چپش که اون باثروم میشه. این این باثروم هست که بهتون میگم که واقعا مثل سپا میمونه و اینتریور دیزاین این خونه، اصلا این خونه استیج نشده برای فروش، به همین با سلیقگی دیزاین شده و برای افرادی که دوست داشته باشن این خونه را با همین اینتریور دیزاین بخرن، فروشنده حاضر هستش که یک قیمتی رو شما آفر بکنین و تمام این قطعات رو که حتی یک سری انتیک تو این خونه هستش هم توی شما میتونین خریداری بکنین. حالا یه مقدار عکسای دیگر من به شما نشون بدم. سالن پایین هستش، همینجا که میبینین فایر پلیس اینجا داریم، این بیرون دک هستش، دوباره هنوز دک. حالا منظره دک هم بهتون نشون میدم. این دکیه که پایین، دک سوم هستش که تو اتاق خواب، از اتاق خواب و سالن. این دک بالا هستش. میبینیم من یه وقت میگم سویتزرلند، واقعا اینجا زیباییش دیدنی هستش. این گالف کورسی هستش که براتون توضیح دادم تو منطقه وجود داره و این خود خونه هستش. آدرسش هست 48 سلال کورت و اوپن هاوس ما اونجا خواهیم داشت و این منظره هستش که میبینین که چقدر زیباست. یه مقدار کوه، یه مقدار درخت، یه مقدار آبه، ولی بیشتر منظره آب هستش. من دلم میخواد به شما همینجور عکس نشون بدم، ویدیو نشون بدم. آها، این آفیسش هستش. آفیسیه که طبقه همکف وجود داره که اگر کسی بخواد میتونه به عنوان اتاق خواب چهارم اینو تغییر دکوراسیون بده و وگرنه همین در این حد هم میشه. آفیس بسیار بسیار زیبایی هستش. و چیز جالبی که بهتون در مورد فری کویک بگم که برای کسایی که اینجا اقامت ندارن، فری کریک جز معدود جاهایی هست که نزدیک وستون هست، ولی تکسی که افراد خارجی 15% بعد بدن بهش میگن فورن بایر تکس، 15% به فری کریک تعلق نمیگیره. یعنی که شما میتونین این ملکو بدون پرداخت اضافه 15% بدین. خود این کلی سیوینگ هستش. و یه سری افراد هستن که اینجا باید بیان بیزنس بزنن و این افراد بیشتر منطقه سکوامیش رو انتخاب میکنن. من کاملا در جریانش هستم. اسم پروگرامی هست به اسم Provincial Nominee Program که افراد میان اینجا بیزنس میزنن و اغلب منطقه سکوامیش رو پیدا میکنن. این افراد میمونن که خانواده رو کجا بذارن که هم بچه بتونه مدارس خوب وستون رو بره، هم پدر بتونه به اون بیزنسش تو سکوامیش برسه. هیچ جایی بهتر از فری کریک جوابگوی نیاز این خانواده ها نیستش، چون نه تکس اضافه میدن، هم بچه هاشون میتونن مدرسه وست ونکوور رو برن، هم پدر و مادر میتونن به بیزنس سکوامیششون برسن. خلاصه که من حالا میتونم براتون حرف بزنم در مورد ریل استیت، ولی فکر میکنم که وقت برنامه‌مون تموم شده. الان باهاتون خدافظی میکنم و در آینده نزدیک دوباره از آریا تیوی در خدمت شما خواهم بود. متشکرم، خدافظ شما.